سریال عشق، مرگ و ربات‌ها یه جورایی آینده سینما و تلویزیونه و یه شروعی بر پایان فیلمسازی به سبک سنتی. این سریال 18 تا قسمت داره، هر قسمتش تقریبا زیر یه ربعه و داستان هر قسمتش هیچ ربطی به داستان قسمت قبلی نداره. هر سبک انیمیشنی که تا حالا تو زندگیتون دیدید، فیلم، سریال، گیم، هرچی، توی هم جمع کنید میشه این سریال. یعنی هر اپیزودش یه جوری انیمیت شده، هر اپیزودش یه مدل انیمیشن، یه حس و هوای خاصی داره، یه فرق داره با اپیزود قبل کلن. من به شخصه اصلا دیگه به این سریال نمیتونم بگم، میتونم بگم موزه هنر، چون که انقدر جلوه های بصری توی این سریال زیاده و انقدر میزان هنرمندایی که تلاش کردن برای ساخته شدن این سریال و جور چیزی که ما جلوی چشمون داریم میبینیم یه جورایی اثر هنری بزرگه. فیلمنامه، حرکت دوربین، کارگردانی، کل پکیج اثر هنری خیلی خوبه. هر اپیزودش یه حرفی برای زدن داره، یه پوینتی داره. حالا این پوینت میتونه اجتماعی باشه، سیاسی باشه، روانشناسانه باشه، جنگی داره، ولی خلاصش اینه که توی زیر 10 دقیقه یه کاری با شما میکنه که اصلا نمیتونید چشتون رو اون تصویر بردارید. دائما در شوکی. شما هر کسی هستید، با هر اعتقادی، با هر ملتی، با هر عادتی، حتما یه چیزی توی این سریال پیدا میکنید که دوست داشته باشید. انقدر کاراکترهای مختلف داره، انقدر داستانهای مختلف داره، انقدر طعنه‌های جالبی به زندگی میزنه که امکان نداره توی این سریال چیزی پیدا نکنید برای دوست داشتن. اینم اضافه کنم که کلا به نظر من سریال یکی از رادیکال ترین سریالایی که من نه تنها از نتفلیکس بلکه کلا از طرف امریکا میدیا دیدم که ریلیز بشه. یعنی سریال نه تنها با نشون دادن اعضای بدن بدون هیچ لیمیتی، یعنی چه زن چه مرد چه همه جای اعضای بدن هیچ مشکلی نداره، بلکه خشونت خیلی بالایی هم داره و کلا من تا حالا ندیده بودم میدیای آمریکا یه همچین چیزی رو انقدر واید ریلیز کنه. خلاصش کنم که این سریال خیلی سکسیه، خیلی خشونت داره و اگه به این چیز عادت ندارید این سریال واسه شما نیست. این جالبه، اپیزودهای مورد علاقه من 3 6 7 8 14 و 16 هستن. اپیزود مورد علاقه من تو کل سریال اپیزود 14. حتما برام کامنت کنید که کدوم اپیزودو بیشتر خوشتون اومد و چرا. من اپیزود 14 خیلی خوشم اومد چون به نظرم خیلی عمیق بود، مغزم آخرش ترکید است. و مادامی که اروپا و ایران و بقیه دنیا مشغول ساختن فیلم به سبک همون 50 سال پیشن، هالیوود یه همچین کاری کرده که به نظر من اصلا مرزا رو کلن جا به جا کرد با این کارش. نمره من به این سریال 10. شما هم حتما نظرتون رو برام کامنت کنید. مرسی.